زمین من، ای سر زمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو، تو مادر منی، تو مادر منی. زیبا ترین من. درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. امیدوارم که همیشه تندرست و شاد باشید. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من و مهمانان من گذاشتن. از اتاق فرمان جناب مهندس فرزاد سپاس گذارم که من راهنمایی و کمک میکنن برای بهبود این برنامه. قبل از اینکه به سالن برم و از معرفی بکنم مهمان عزیزمونی که دفعه دوم احتمالاً هست یا سوم دقیقاً نمیدونم، میخواستم اضافه بکنم که مسئول مطالب این برنامه و اون مطالبی که گفته میشه مربوط به مسئولیتش با خود من هست، ربطی به این تلویزیون نداره و من مسئولیتی رو به عهده مهمان عزیزمون نمیذارم، این مسئولیت با من هست. در این حال میخواستم سیزه بدر رو که چند روزی دیگه هست خدمتون یادآوری بکنم. مطمئنم که به خاطر خواهید داشت و اینو مثل نوروز یا چهارشنبه سوری یا جشن مهرگان با بهترین وضعی که میشه، من بیشتر سخنم به هموطنان در داخل کشور هست، اجرا بکنیم، چون هر کدوم از این برنامه هایی که شما به خوبی انجام بدید خاری هست بر چشم برخی و بسیاری از آخوندها که در نشست قبلی هفته پیش اعلام کردیم. ویدیویی بود که آخوندی میگفت که ما نوروز رو که علف میپرستن یا علف میخورن یا این کارها رو میکنن ما قبول نداریم و عید قربان و عید قدیر و اینو ایادی رو مورد پسند این بود. بنابراین نشون میده که مراسم ایرانی ما مورد دلخواه آخوندها نیست و ما به خوبی دیدیم که بساط هفت سین آقای روحانی دو تا سه تا آیتم بیشتر نبود، در حالی که وقتی که نگاه میکنیم به هفت‌سین آقای بایدن، جو بایدن نخست رئیس جمهور آمریکا، همراه همسرشون یک هفت‌سین بسیار جالبی رو تهیه کرده بودند. البته رئیس جمهورهای گذشته هم همینطور. این نشون از احترام هست، نه اینکه حالا هفت‌سینش مرتب باشه یا نه، اینش مهم نیست. اون احترامی است که یکی از سران کشور برای کشور ما، برای مردم ما مشخص میکنه با کاری که انجام میدن. امروز در حقیقت در این یک ماه گذشته مسائل سر تیتر خبرها مربوط میشه به اوکراین و روسیه، ولی از دیروز تا حالا موضوع تحریم یا عدم تحریم برای جام جهانی تیم فوتبال ایران هست که سرخط خبرهای ایران شده و این قسمتی از برنامه ما رو در بر میگیره. خلاصه شو بگم قبل از اینکه برم به سالن. قرار بود که مسابقه تیم لبنان و جمهوری اسلامی یا ایران، تیم ایران در تهران انجام بشه، ولی تصمیم در لحظات آخر عوض شد یا در چند روز قبل مسابقه عوض شد و اینو تبدیلش کردن به مشهد.
و بعد که ملاحظه میکنیم میبینیم که علت بردنش به مشهد بی جهت نبوده. شهریست مقدس برای بسیاری امام رضا و عرشبت حضورتون که آقای اعلم الهدا که بعضیا بهش میگن اعلم الخدا، ایشون به اصطلاح نماینده خامنه ای در اون استان هست و پدر زن آقای رئیسی هست، رئیس جمهور، و بسیار فرد قدرتمندی هست و میدونستن که ایشون از عهده‌اش بر میاد و این کار رو به بهترین وجهی میتونه انجام بده که خانوها به استادیوم نرن. خب ما مسلما شما جزئیاتشو در اخبار دیدین، ما هم در این برنامه یه مقدار مسائلشو تحلیل میکنیم. تیتر این برنامه رو من از جناب فرزاد خواهش کردم به نام چرا من با تحریم فیفا فدراسیون فوتبال جهانی موافق هستم. حالا در این برنامه با حضور مهمان عزیزمون این برنامه رو مطرح میکنی و من نظرات شخصی خودم میگم. مطمئنم نیستم که مهمان عزیز ما با نظرات من موافق باشه، ولی دلیل نمیشه که ما همه مطالبی که اینجا مطرح میکنیم با مهمانمون موافقت داشته باشیم یا برعکس. با معلوم نیست که کدوم یکی از ما ممکنه که درست بگیم، ولی این مهمان عزیزمون که دوست گرامی من هست الان خدمتتون معرفی میکنم، جناب دکتر بیپروا، دکتر ابراهیم بیپروا، و بخواستم خدمتتون درود بگم. دکتر بیپروا نوروز خدمتتون تبریک بگم و خوش آمد بگم. من هم متقابلا جناب افشینجان به شما درود میفرستم، به جناب مهندس فرزاد درود میفرستم و به تمام بینندگان شما در هر کجای این جهان که هستند درود میفرستم و ضمناً نوروز باستانی رو، آغاز سال نو بهاران رو شاد باش میگویم. امیدوارم سال نو سالی پربارتر، شادتر، زیباتر، سالمتر، با موفقیت‌های بیشتر و امن‌تر در سراسر جهان باشه و همه مردم جهان خارج از اونهایی که نوروز رو جشن میگیرن یا نمیگیرن از امنیت بیشتری برخوردار باشن و صلح در نقاط مختلفی که الان درگیرن به ویژه در اوکراین برقرار بشه و پیشاپیش هم سیزده بدر رو هم شادباش میگویم به همگی. با سپاس از شما برای دعوت من در این برنامه. سپاسگزارم. جناب دکتر بیپروا، مطالبی که راجع به حوادثی که در مشهد اتفاق داره میفته یا افتاد در مورد تحریم یا اینکه فلفل زدن، اسپری فلفل زدن به خانوم ها، شما مطمئنن خبرها رو دنبال میکنین، اطلاع دارین. نظر شما رو به صورت جمعی میخواستم که بعد اگه احتیاج بود به صورت جزئیش برسیم. نظر شما چیه دکتر بیپروا؟ اگر اجازه بفرمایید از همین اول به جزئیاتش برسیم اگر بخواهید، یا اینکه کلی به هر حال اون اتفاقی که دیروز در مشهد افتاد کمی نگران کننده است و به هر حال بسیاری از مردم ناراحتند و همونطوری هم که شما به درستی اشاره فرمودید، خب الان در فضای مجازی بحث بر اینه و در ایران هم تا دیروز پیروز مسئله اوکراین سرخط خبرها بود و میبینیم که از دیروز دیگه تقریبا تغییر کرده به اونچه که در مشهد رخ داد. اما
من برخلاف بسیاری از تحلیلگران در یک نکته بسیار اساسی اگر اجازه بفرمایید در همینجا اشاره کنم به عنوان مقدمه. باید دید که اون چه که در ایران میگذره از منظر از دیدگاه از جهانبینی دولت جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار بگیره. اینکه من چه فکر میکنم در امریکا یا شما در کانادا یه بحثی است و اون چه که در ایران امروز میگذرد بحث دیگری است. من همیشه در تحلیلام سعی میکنم که به این نکته توجه داشته باشم. به عبارت دیگه چه از نظر مکانی و چه از نظر زمانی موضوع رو مورد بحث قرار بدم با دقت. اگر مثلا کسانی که به عنوان مثال میخوام بگم 100 سال پیش که رضا شاه پهلوی در ایران به قدرت رسید و با امروز با معیارهای امروز میخوان 100 سال پیش رو مورد قضاوت قرار دهند و عمل کرده ایشان رو مورد قضاوت قرار دهند، خب این یک مقدار درست نیست به نظر من. از نظر مکانی هم من معتقدم که اونچه در یک کشوری مثل ایران میگذره با آنچه که در کشورهای غرب میگذره به خاطر اینکه ارزش‌ها متفاوته باید به قول معروف با یک عینک متفاوتی نگاه کرد. در ایران خب این چیز تازه‌ای نیست که زنان رو از ورود به باشگاه ورزشی، استادیوم ورزشی باز داشتند، ممنوع کردند. در 43 سال گذشته در دوران حکومت جمهوری اسلامی به غیر از استثناءاتی که خب فیفا هم به این استثناءات استناد میکنه، مثل 2 سال پیش 3 سال پیش 2019 و معتقد فیفا که عرض به حضورتون دیگه این راه بازگشتی نیست و زنان دیر یا زود اجازه خواهند یافت وارد این استادیوم های ورزشی بشن و به تماشا بپردازن، هورا بکشن، تشویق کنن تیم مورد علاقه خودشون رو. اما من منظورم به چیز دیگری است که در این بحث میخوام مطرح بکنم. جمهوری اسلامی به درست و نادرست مسائل مربوط به جامعه رو از ایدئولوژی خاص خودش میبینه و بر اون اساس تصمیم میگیره. مسائل سیاست خارجیش رو هم به همین طریق، مسائل روابطش رو با همسایگان به همین طریق. یعنی چی؟ یعنی اینکه در مورد مثلا زن که به هر حال نیمی از یک جامعه هست، یه سری حقوقی رو برای زن قائله و که این حقوق در واقع بنده‌ای که بیش از 40 سال در آمریکا زندگی میکنم و با ارزش‌های غربی آشنا هستم ناهماهنگ به نظر میاد، ولی از نظر ایدئولوژی حاکم بر ایران شاید خیلی عادی به نظر بیاد. به عبارت دیگه مثلا همین اینکه در خیلی موارد یک زن نصف حقوقی از نصف حقوق یک مرد برخورداره، این خب از نظر من یا شما که با ارزش‌های غربی آشنا هستیم کاملا غیرعادی است و تبعیض محسوب میشه. اما در ایران که وقتی ما نگاه میکنیم دولت حاکم جور دیگری به مسئله نگاه میکنه، یا در عربستان یا در بسیاری دیگر از کشورهایی که به طریق دیگری فکر میکنن. و من هیچ تعجبی نمیکنم، اون چه در مشهد اتفاق افتاد خیلی قابل پیش بینی بود.
به خاطر سابقه ای که در ایران وجود داره. و دیدیم که زنان ایران برای مطالبات خودشون، برای کسب حقوق خودشون در طول این سالها خب مبارزه کردن، هیچ تردیدی هم در این نیست و دارن به اهدافشون نزدیکتر میشن. این چیزی نیست که پنهان بمونه، ولی متاسفانه هنوز در بسیاری موارد ممنوعیت وجود داره و من البته نمیدانم چه کلمه‌ای و چه اصطلاحی برایش به کار ببرم، ولی من ای کاش حداقل مسئولان نظام اسلامی این برنامه رو ببینند. من به چند تا نکته میخوام تاکید ببرزم. مسئله ورزش یک، علاوه بر این که و بازیگران ما، ورزشکاران ما، فوتبالیست های ما و کسان دیگری در رشته های دیگه کشتی ایران، مثلا بسکتبالیست ها و و و اینها میتونن افتخار آفرینی بکنن در سطح بین المللی، یک چهره دیگری از ایران رو به جامعه جهانی نشون بدهند. و ایران خب همه ما میدونیم، باز به درست یا نادرست، که البته به نظر من بسیار هم نادرسته، به این معنا که یه عده غربی ها، مخصوصا یه بخشی از رسانه ها در غرب، ایرانی ها رو طور دیگه جلوه میدن، اون چهره واقعی ایرانی ها رو جلوه نمیدن. ایرانی میگن تروریست مثلا، یک همچین چیزی نیست. متاسفانه شما در سپتامبر 11، در 11 سپتامبر، در اون حملات به برج های دوقلوی نیویورک، ما دیدیم که هیچ ایرانی در اون شرکت نداشته. پس بنابراین اگر اینها بتوانند در سطح بین المللی ورزشکاران ما خودشون بنمایانند، نشون بدند در ورزش ها، این میتواند چهره ایران رو در برابر جهانیان تغییر بده. اما از این مسئله که بگذاریم، برگردیم به مسائل داخل ایران در این زمینه. خانم ها که برن در اونجا در این استادیوم ها وقتی که مسابقات ورزشی هست، خب هم علاقمند به ورزش میشن، شاید خودشون هم برن و ورزش بکنن و این در این حالی که اینها رو شاد میکنه، سالم هم نگه میداره. لازمه، ورزش یکی از چند فعالیت اساسی انسانه که میتونه به سلامت انسان کمک کنه. این چیز ثابت شده است، تحقیق شده است، این چیز نیست که به مورد اختلاف نظر باشه و من هیچ تردیدی ندارم که کسانی که در ایران هستن و حتی مسئولین ایران هم میدونن که ورزش بر به سلامت روح و روان و جسم و تن انسان کمک میکنه، هیچ تردیدی نیست. و مسئله بعدی شادی است. انسان هرچه شادتر باشد بیشتر سالمتر خواهد بود. شادی امروزه باز بر اساس تحقیقات مشخص شده که به سلامت انسان کمک میکنه و مجموعه اینها رو ما وقتی کنار هم میگذاریم، اون وقت متوجه میشیم که این تأثیر دومینی داره. به عبارت دیگر، یک انسان سالم برای یک جامعه سازنده هست، برای میتواند مولد باشد، میتواند بخشی از نیروی کار اون جامعه باشد و به اقتصاد اون جامعه کمک کند. و یک انسان شاد به همچنین، انسانی که شاد نباشد غمگین و اندوهگین باشد، حتی اگر کار هم بکند بازدهش در سطح پایین و محدود خواهد بود. انسانی که سالم نباشد سربار جامعه خواهد بود. بنابراین از این فرصت ها باید استفاده بشه. من امیدوارم که دولت اسلامی ایران یک سیاست هایی رو اتخاذ بکنه، این ممنوعیت ها رو
ورداره و این امکانات رو به بانوان ایران زمین ارمغان به هدیه بده و اونها بتوانند آزادانه در دوشا دوش مردان در تمامی فعالیت‌های جامعه شرکت کنند و بتونن باری رو از دوش جامعه بردارن، در این حالی که خودشون هم منتفع میشن و بتوانند بر توسعه جامعه بیفزاین. من این نکته رو به عنوان کلام آخر در این باره هم اگر اجازه بفرمایید اضافه کنم و سخنم رو پایان بدم در این بخش از بحث، و اون اینی که ما باید فکر کنیم، وقتی به بانوان، به زنان، به دختران فکر میکنیم، اینها چه کسانی هستند؟ مگر غیر از این است که اینها دختران ما هستند، مادران ما هستند، خواهران ما هستند، خاله ها و عمه ها و مادر بزرگ های ما هستند، عروس های ما هستند، خواهرزاده و برادرزاده هستند، اونایی که البته به اصطلاح خانم هستند، البته برادرزاده و خواهرزاده پسر هم داریم، و این لیست میتونیم اضافه کنیم به این لیست. و بنابراین من مطمئنم که تصمیم گیرندگان جامعه ایران هم خودشون این گروه ها و طبقاتی رو که من نام بردم، این لیستی رو که نام بردم، حتما چند تا رو حداقل دارن اگه همشون نداشت باشن. اگر انسان ممکنه مادرش رو از دست داده باشه ولی احیانا خواهر داره، همسر داره، دختر داره و و اینها، خب چرا اینها نباید مثل من و شمای مرد زندگی کنن، از اون آزادی هایی که ما برخورداریم، از اون آزادی ها برخوردار باشن؟ چرا ما میخوایم اینها رو در سطح پایین تر نگه داریم، به عنوان به قول معروف شهروند درجه دوم با اینها رفتار کنیم؟ اینها مسائلی است که باید راجع بهش بحث بشه، باید دقت بیشتری بهش بشه، و به نظر من سیاستگزاران ایران باید بیشتر در این مورد بیندیشند و در سیاستهای خودشون یک روش دیگری رو در پیش بگیرند و اتخاذ کنند. بله، خیلی ممنون دکتر بی‌پروا. چند نکته رو اضافه بکنم و پاسخی هم به چند تا از مطالب شما عرض بکنم. آقای احمدی وزیر کشور گفتن که تقصیر این اسپری زدن فلفل به صورت خانم ها توسط یکی دو نفر افرادی که آگاهی نداشتن زده شده، یعنی درست همون طرز فکر و صحبتی که در زدن هواپیمای اوکراین گفتن که یک آپریتر بوده اونجا و این آپریتر تشخیص نداده که موشک عرشبت که در حدود 7-8 متر هست رو با یک هواپیمای 70-80 متری توی اون دستگاه متوجه نشده. این یه موضوع. آقای یعقوب علی نظری استاندار خراسان گفته که ما اسید، بله اسید زدن، مثلا اسپری فلفل زدن، ما که به صورتشون اسید نپاشیدیم که، ما فقط فلفل زدیم. این تمام این مطالبی که مطرح میشه، یه وقت هست که در کشورهایی که شما آمریکا هستی، من کانادا، یا هممون در اروپا زندگی کردیم یا رفت آمد کردیم، اگر یک سیاستمدار یه اشتباه بکنه، اونو در حقیقت یا اینکه استعفا میده میره، یا اینکه عذرخواهی میکنه و کسانی که مرتکب جرمی شدن تحت تعقیب قرار میگیرن و با عدالت واقعی، یعنی با قاضی و عرشبت اینا محاکمه میشن و کار تموم میشه. ولی ما هرچی که میگذره و اتفاقاتی که میفته، ما با، یعنی یک اتفاقی که در این 43 سال افتاده، جمهوری اسلامی به عنوان یک
حکومت دروغگو به گفته آقای خمینی که گفت من خدعه کردم وقتی که برگشت به ایران، گفت من خدعه کردم. و این در حقیقت حتی اگر یک کلمه راستی هم بگن آدم باور نمیکنه. از اینکه جوانان ما وارد جام جهانی شدن یک افتخاریه، چون رفتن همونطور که شما درستی و میدونین و بینندگان هم میدونن یک پروسه بسیار سنگینی داره، مسابقات بسیار رفت و برگشت با کشورهای مختلف داره و این واقعا افتخاره که برای بار سوم هست که ایران وارد جام جهانی میشه و خب این نشون میده که به چه گونه هست. از طرف دیگه ورزشکاران به گفته شما به درستی این که یک نگاه دیگه رو از جهانیان نشون میده به جهانیان که ما این کشوری که به عنوان تروریست معرفی شده این افراد هم داره. از طرف دیگه هر همین الان که ما صحبت میکنیم سرخط اخباری هم که داده میشه در دنیا اینی که خانوم هایی که اجازه ندارن برن به استودیوم ورزشی یا فوتبال، علاوه بر اینکه اجازه ندارن برن، علاوه بر اینکه در 40 خورده سالی که غیر از 2 دفعه یا 3 دفعه فقط اونم به دلایل سیاسی مطرح شدن، چون اونم آقای اینفرانتینو رئیس فیفا یک بار در ایران بود و به خاطر اون اجازه دادن خانم ها به صورت گزیده شده بتونن برن، در این 40 سال نتونستن برن. بنابراین از اون طرف قضیه اون چهره‌ای که ما میخوایم نشون بدیم توسط ورزشکارانمون با این کاری که انجام میشه و ویدیوهایی که و عکسایی که حالا نمیدونم مهندس فرزاد اگر عکسایی هست چیزی هست که بتونن نشون بدن برای چند یه دقیقه یا 2 دقیقه، این عکس ها و این ویدیوها رو که میبینن اون نگاهشون 2 مرتبه عوض میشه. و ما نمیدونم حالا صدا داریم، اگر صدا هست من صحبت نمی کنم، گوش میدیم. بله، خب وقتی که آدم این صحنه ها رو میبینه که خانم ها واقعا آدم ناراحت میشه، یعنی از ته دل من فکر میکنم هر کدوم از اونها یکی از خواهرای من هستن یا یکی از اقوام من هستن، به هر صورت اونها یک انسان هستن و این کار نیازی نیست که به اونها اسپری فلفل بزنن. خب این چیزاست که خارجی ها اینو میبینن. از طرف دیگه فرمودی که خانم ها علاقمند به ورزش میشن، کاملا درسته. تفریح و من شما با خیلی فکر میکنم به مسابقات استودیوم ها رفتیم، یک فضای دیگه‌ای به آدم میده. من وقتی که میرفتم مسابقات مختلف، حالا این فرقی نمیکنه، وقتی که بزرگ هست و اون چمن آدم میبینه یا هرچی، یک روح دیگه‌ای پیدا میکنه. این حرف شما کاملا منطقیه، درسته که علاقمند میشن، اون چند ساعت رو استفاده میکنن. و البته باید در نظر داشته باشیم تفریحات برای ایرانی ها بسیار کم هست نسبت به خارجی، اون چیزی که من میتونم برم شما میتونیم برید، و بعد این بسیار محدودتر برای خانوم ها هست. و بعدم ما ببینیم که خوشبختانه زنها خانوم ها مدال های بسیار خوبی رو گرفتن و برای ایران آوردن، در حالی که با لباس های بسیار سنگین تر. یک نفر اشاره کرد که لباس زنها حدود 2 تا 3 کیلوگرم بیشتر از کسای دیگه که باهاشون رقابت میکنن هست و خود این باعث میشه که اون به اصطلاح مهارتی که باید داشته باشن رو نمیکنن. از طرف دیگه آقای خامنه ای گفته بودن چند وقت پیش رفتن، یعنی دست خطشون هست که رفتن زنان به استودیوم ها حرام شرعی است، یعنی
این فتوایی که ایشون دادن، آقای اعلم الهدا گفته بودن که این مفسده ایجاد میکنه، رفتن زنان و اون هیجان یا این چیزها. ببین این صحبت هایی که میکنن یعنی واقعا آدم تعجب میکنه. شما به درستی گفتیم ما در خارج هستیم و مطالب رو در از نظر در خارج نگاه میکنیم. و بعدم به عنوان مثال میخوام بگم آقای خامنه ای دوچرخه سواری خانم ها رو منع کرده و حرام کرده، دیگران هم همینطور. ما در کشورهای در همین کانادا، در شما، در آمریکا، در اروپا میان قسمت های لاین اون خطی که مال اتوبوس هاست یا هر چقدر که اتومبیل هست قطعش میکنن، برای دوچرخه ها مخصوص دوچرخه درست میکنن و تشویق میکنن خانم ها و آقایون رو که دوچرخه سواری کنن، موتور سواری بکنن. و این اتفاقات اونا منعش میکنن، در حالی که برای انوایرومنت خوبه، برای محیط زیست خوبه، برای سلامتی زندگیشون خوبه، احتمال بسیار زیادی کمک میکنه به عدم بهداشت یا کمک میکنه به بهداشتشون، به سلامتیشون، کمتر به دکتر میرن، کمتر به دارود نیاز خواهند داشت، عمرشون بیشتر خواهد شد. این چیزهاییست که انجام میدن و بعد چون ورزش دیگه هم نیست. و این چیزهاییست که از دید کشورهای خارج و میدونیم ما حدود 100 خورده‌ای امبسی داریم، سفارتخونه در ایران داریم، اینا رو گزارش میدن به کشورهای خودشون و اونا کاملا واقف هستن. حالا و بعدم اینم آخر صحبت آخرم در این مورد بگم، بودجه ورزش زنان طبق آماری که خودشون میدن 1%، 99% مال آقایون هست. خب من سخنم رو کوتاه میکنم. پرسش من دکتر بی‌پروا اینه که مردان چی کار بکنن؟ تکلیف مردان چی هست؟ ورزشکاران تکلیفشون چی هست؟ اونا هم بالاخره یک مسئولیتی رو دارن. سلبریتی ها به نظر شما چی کار بکنن؟ حالا اگر مطالبی هم دارین راجع به مطالبی که من عرض کردم خواهش میکنم که بفرمایید. بله، سلبریتی ها، ورزشکاران و مردان در جامعه مسئولیت هایی دارن در قبال زنان، همونطوری که من در صحبتم اشاره کردم و شما هم به درستی بر اون تاکید ورزیدید. مسئله اینه که وقتی ما از بانوان صحبت می کنیم، از خانم ها و زنان و دختران صحبت می کنیم، اینها بخشی از وجود ما هستند، اینها هم مثل ما انسانند و بخشی از جامعه هستند. بنابراین اگر هر کسی چه در داخل ایران چه خارج ایران احساس میکنه که حقی از زنی در هر جای دنیا ضایع میشه، بایستی واکنش سنجیده نشون بده، باید دست به اقدامی بزنه برای اینکه حق هیچ انسانی، چه مرد چه زن، چه آمریکایی چه ایرانی چه عرب چه آفریقایی چه چینی، هر کسی ضایع نشه. این یک اصل کلیه. باید تلاش ما در راستای خوشبختی انسان باشه، نه این درست، نه به عکس آن. نبایستی برای چیزهای جزئی یا اون چیزی که ما فکر میکنیم بهترینه دیگران رو معذب کنیم و در عذاب نگه داریم. اینا یک مسائلی است که کلی است و جزء اصول اساسی است در رابطه با اونچه که من و شما از جامعه غرب یاد گرفتیم، آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه سال 1948 اومده. اینا بسیار بسیار حقوق اساسی انسان هاست. خب باز برمیگردم به جامعه ایران. در اونجا ظاهرا اصلا به حقوق بشر این اعلامیه جهانی حقوق بشر چندان اعتمادی و اعتقادی نیست و از حقوق بشر
اسلامی صحبت میشه. بنابراین عملکرد مسئولان و مجریان قانون هم بر اساس اون حقوق خواهد بود. اما اینجا عرض کردم برگردیم به مسئله، یک واکنش های من این ورانبر دیدم از سوی پاره ای از ورزشکاران مرد و دیگران و مخصوصا در اونچه در فضای مجازی داریم میبینیم. کسی، یعنی کسی منظورم بنده شخص خودم رو بگم، از طرف دیگران نمیخوام صحبت کنم. اونچه در مشهد اتفاق افتاد به هیچ وجه مورد تایید من نیست. تایید من نیست که، بلکه تقبیح میکنم. مسئله اینه که زنان، خب میگفتن ممنوع هستند. تا اینجا یه مسئله رو بگیم بر اساس قوانین موجود در ایران عمل میکردند، ولی اومدن و بلیت فروختند. بیش از 2000 نفر از زنان بلیت خریدند و بعد اومدن اینها رو به استادیوم راه ندادن، بعد اسپری روشون ریختن. اینا اصلا قابل قبول نیست. ببینید، شما اشاره به چند تن از افراد از جمله اون مقام مشهد و بعدم وزیر کشور جمهوری اسلامی کردید. به هر حال کسای دیگه مثلا جور دیگه فکر میکنن و حرفای دیگه ای هم زدن در ایران، درست در نقطه مقابل، از جمله دادستان کشور، از جمله معاون رئیس جمهور در امور زنان، و بین اینجا مواضع مختلفی گرفته شده و در این تردیدی نیست که باید یه راه حلی برای این مسئله پیدا بشه، نه تنها در مورد ممنوعیت زنان به برای ورود به استادیوم ورزشی، بلکه در تمامی زمینه ها. همونطور که در بخش اول صحبتم با تاکید عرض کردم و شما هم مثال های متعددی زدید، مثلا همین دوچرخه سواری، یه زنان رو که ممنوع، مثلا اینها باید مردها هم در این زمینه مواظب باشن تا جایی که میتونن، تا جایی که خطری برای خودشون ایجاد نمیکنن. من نمیتونم کسی رو در ایران که خودم در اینجا نشستم در یک جای امن در ایران بگم که شما برید این کار بکنید یا اون کار بکنید، و اونا دیگه به تشخیص خودشون، هر کسی حق انتخاب داره به نظر من که چیکار بکنه که حقوق زن تامین بشه. این نمیتونم کسی رو تشویق به کاری بکنم که براش خطر ایجاد بشه. ولی من هم مثل شما به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک انسان، اونچه در مشهد اتفاق افتاد بسیار 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 مایه تأسف من است. دکتر بی‌پروا، بریم به قسمت موضوعات خارج از ایران. موضوع جنگ اوکراین و روسیه رو شما چجوری می‌بینید و به نظر شما به کجا داریم میریم؟ بله، بسیار غم انگیز می‌بینم. به عنوان یک فاجعه انسانی بهش نگاه می‌کنم و به جایی داریم می‌رویم که نامعلومه. شاید هم امیدوارم این نظر من درست نباشه و غلط از آب در بیاد. شاید از کرونا برای جامعه جهانی بدتر باشه. چرا این عرض میکنم؟ باید به پیامدهاش نگریست. این پیامدها فقط در اوکراین نیست. درسته که اوکراین در واقع میدان جنگه. وقتی ما ببینیم که چندین میلیون نفر مردم اوکراین آواره شدند و به کشورهای دیگر رفتند، این تأثیر بسیار مستقیمی بر جوامع دیگه خواهد داشت. وقتی میبینیم که دول غربی به حق
بسیار تحریم‌های سنگینی بر دولت پوتین در روسیه گذاشتند، این تنها دولت پوتین و روسیه نیست که از این تحریم متضرر بشه، بلکه این جامعه جهانی است که ضرر می‌بینه. شما در همین امریکا الان ما می‌بینیم که قیمت بنزین بیشتر شده، به عنوان یک فقره می‌خوام بگم. یا در اروپا، کشورهای اروپایی عمدتاً بخش عمده‌ای از گاز خودشون رو، از انرژی خودشون رو از روسیه وارد می‌کنند. و از نظر اقتصادی اگر ما بخواهیم در نظر بگیریم، روسیه یکی از بزرگترین در کنار اوکراین تولید کنندگان و صادر کنندگان گندم هست. همین آقای بلینکن در آخرین مرحله از سفر خاورمیانه‌ای و شمال آفریقایش در شهر الجزیره، پایتخت الجزایر، گفتند که نتیجه و پیامدهای این جنگ، جنگ اوکراین، برای جهان عرب مرگبار است. مرگبار از چه نظر؟ از نظر امنیت غذایی، از نظر اقتصادی ایران اثر گذاشته. الان در افریقا، در اروپا که خدمتتون عرض کردم، در اقصا نقاط جهان ما تاثیر جنگ اوکراین رو داریم میبینیم. من به مسئله پناهندگان اشاره کردم، به مسئله اقتصاد اشاره کردم، به مسئله امنیت غذایی اشاره کردم، اما به اینجا ختم نمیشه. این مسئله بسیار بسیار عمیق‌تر خواهد بود. مسئله بهداشت جهانی هست، مسئله اشتغال و آموزش است. این 5-6 میلیون اوکراینی که میگن به کشورهای اروپایی ریختند، اینها چجوری باید تامین بشن و کی میتونن اونجا اسکان پیدا کنن که یه زندگی آرامی داشته باشن؟ این اگر روزی بتونن، این ممکنه سالها به طول انجامد و این یک بار سنگینی خواهد بود بر جوامع اروپایی. و از این نکته بگذریم، مسئله انرژی است که الان ما میبینیم که امریکا حتی میخواد با ایران سریعتر به یک توافق برسه، شاید از ایران تحریماش رو لغو بکنه و تولید نفت روزانه خودش رو بیشتر بکنه. با قطر مذاکره میکنن، قطر وعده‌هایی داده. از این ور حتی آمریکا که روزی میخواست حکومت مادورو در ونزوئلا رو ساقط کنه، هیئت میفرسته اونجا که تا بتونه مقامات و مسئولان دولت مادورو رو در ونزوئلا رو قانع بکنه که نفت به که از روسیه حالا باید تحریم کنن و نگیرن، اینجا بیشتر بشه. یعنی بتونن اینو تامین بکنن، به یک طریقی حل بکنن این معما رو. اما این معما به این سادگی حل نمیشه و ما دیدیم که بعضی از مقامات اروپایی هم این صحبت‌ها رو کردن. این صحبت من نیست، صحبت پاره‌ای از مقامات اروپایی هم هست، صحبت بسیاری از تحلیلگران هست، حتی کشوری مثل امارات هم به این متوجه این مسئله هست که الان جهان ممکنه با یک بحران انرژی روبرو بشه. اینا خلاصه از این پیامدهایی است که نتیجه جنگ اوکراین در جهان ما میبینیم. البته ما نمیدونیم که این جنگ نهایتاً به کجا میرسه. آیا آقای پوتین به اهدافش میرسه؟ اصلا اهداف آقای پوتین برای این حمله و تجاوز چه بوده؟ این جنگی که راه انداخته، انسانهایی که کشته شدن، آواره شدن، چه در اوکراین، چه از خود روسها که به اعزام شدن به عنوان نیرو در کشور اوکراین بجنگن، و الان هم که کسانی رو از چچن، از سوریه، از حزب الله میارن و در میخوان بر علیه این مردم
غیور اوکراین بجنگند و خب اینها یک پیامدهای منفی و همونطوری که آقای بلینکن گفت مرگباری برای دراز مدت خواهد داشت، نه فقط بر جامعه عرب بلکه در سراسر جهان. البته ما میتونیم خوشبین باشیم و بگوییم که آقای پوتین تا حالا موفق نشده، 5 هفته از این جنگ گذشته و اوکراینی ها مقاومت کردند، رهبری کشور، رئیس جمهور کشور مقاومت کردند، تسلیم نشدند، مثل آقای غنی چمدان پول رو بر نداشت و نرفت. اینا همه رو میشه گفت، همه اینا مایه خوشنودی است، امید بخشه. اما آیا جهانیان در کنار مردم اوکراین هستند یا فقط در حد حرف است؟ ما میبینیم که رئیس جمهور اوکراین به طور مجازی در پارلمان های بسیاری از کشورها غربی صحبت کرده، از کانادا و آمریکا تا انگلیس و ایتالیا و آلمان تا حتی استرالیا، حتی در کنفرانس دوحه که چندی پیش بود اعراب رو تشویق کرد که نفت بیشتری تولید کنند و بازار نفت جهان رو اشباع کنند که جهانیان و مخصوصا غربی ها مجبور نشوند که از روسیه نفت بخرن، گاز بگیرن، برای تامین انرژیشون متوصل به روسیه نشن و قطع کنن و تحریم کامل کنن. آیا اینها اتفاق میفته؟ بله، کمک هایی شده، هیچ بحثی نیست، ولی این کمک ها ظاهرا اونگونه که مقامات اوکراینی میگن هنوز کافی نیست و مشخص نیست، نامعلومه که اوکراین علی‌رغم این مقاومتی که کرده که واقعا تاریخی است، واقعا یک پیام بسیار مهمی است، ولی در کنارش تا کی میتونن ادامه بدن. از اون ور ما میبینیم چیزهای خوشحال کننده است. اگر آقای پوتین تضعیف بشه شاید بشه امید داشت که دموکراسی در جهان دوباره پس از یک عقب نشینی چند دهه‌ای بار دیگر بتواند شکوفا بشه، گسترش پیدا بکنه. یا مثلا اگر آقای پوتین نتونه به اهدافش برسه، خب این خیلی جای خوشنودیه. به این دلیل دیگری که میشه این خوشنودی ابراز کرد اینه که شکست آقای پوتین الگویی خواهد شد برای دیگر مستبدین جهان که دست به چنین کارهایی نزنن. اگر آقای پوتین موفق بشه این خطر وجود داره که مثلا چین به تایوان حمله کنه و اونجا رو برای همیشه زمینه چین به قول معروف چین اصلی بکنه، چین کمونیست بکنه. اینها مسائلی است که باید در این فرصت کوتاه نمیشه بیشتر از این صحبت کرد. احتیاج به شکافتن بیشتری داره، تجزیه تحلیل بیشتری داره، به وقت بیشتری نیاز داره و من همینجا سکوت میکنم. بله، خیلی ممنون. ما و همونطور که اشاره فرمودیم وقتیمون تموم شد. فقط باید اشاره بکنم راجع به کمبود گندم اشاره کردین، چیزای دیگه هم اشاره کردین، فقط من گندمشو به این صورت میگم. آقای عبداللهیان هفته پیش در لبنان بود، به مقامات لبنان و حزب الله و قبل از اون به سوریه رفته بود، قول دادن که برای اونها گندم خواهند فرستاد، در حالی که ما میدونیم وضعیت گندم بسیار بسیار بد خواهد بود و مردم خود ما به گرسنگی خواهند کشید. ولی این صحبتی است که آقای عبداللهیان کرده و این چیزهایی است که مردم اینا این مطالب رو میبینن. متاسفانه وقتمون تموم شد. جناب دکتر بی‌پروا سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین، امیدوارم که در فرصت‌های دیگه دعوت ما را قبول بکنید و در خدمتتون باشیم، مسائل دیگه ای رو مطرح بکنیم. من می‌خواستم از شما دعوت بکنم که این قول به ما بدین که در آتیه هم در خدمتتون باشیم. شما رو به خدا می‌سپارم، امیدوارم شاد و تندرست باشید. سپاسگزار از شما و جناب مهندس فرزاد، من همیشه در خدمت شما هستم. روز و شبتون شاد باد. Thank you.
آفرین من، ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو.